حکومت ملاها و روزخانها و این کسانی که از قارهای تاریخ اومدن بیرون، اون حکومتی که سزاوار مردم ایران باید باشه نیست. علت این سبوعیتی که رژیم نشون میده و کشتارهایی که در زندانها شروع کردن که انتظارش رو ما داشتیم این هست که آقای شهرتی صدا خیلی میاد تو. علتش این هستش که عمیانان گرامی، جمهوری اسلامی در یک شرایطی قرار گرفته که نمیتونه این شرایط رو نه خودش تحمل کنه و نه در بین کشورهایی که رفته نفوذ کرده و ثروت‌های میهن ما رو داره در اونجاها به باد میده، به اونا بفهمونه و توجیه بکنه که به چه دلیل این انقلاب بزرگ تاریخی برای چندمین بار در عمر این حکومت اتفاق افتاده. خب این طبیعیه که قیام مردم رو بر علیه حکومت اینا وابسته بکنن به صهیونیستا، به قول خودشون، به آمریکایی‌ها، به عربستان سعودی، به هر کشوری که میتوانن، به داعش، و سعی کنن به مردم جهان بقبولونن که مردم ایران همچنان پشتیبان روزخانها و ملا هستن و این شرایط جهنمی رو نه تنها تحمل میکنن بلکه با میل پذیرفتن. به خاطر همینم هست که به طرز احمقانه‌ای بلافاصله پس از قیام بزرگ مردم ایران در کوچکترین دهات ایران، شهرکای ایران، شهرهای بزرگ ایران دست به اون عمل جنون‌آمیز احمقانه تجمع دولتی زدن و تعداد اندکی جیرخاران خودشون رو جلب کردن و جمع کردن و بعد اعلام کردن حرکت‌های میلیونی. بعد این روزخانها، این آیت الگنده ها مثل مکارم شیرازی سخنرانی کرده، گفته من تحقیقاتی که کردم معلوم شده که در سراسر ایران 6000 نفر جمعیت حضور داشتن. و من بارها همیهنان گرامی در صحبتام با دوستان، با رفقا، با بینندگان و یه موقعی هم که رادیو بودم به شنوندگان رادیو میگفتم که جمهوری اسلامی از یه طرف میهن ما رو نابود کرد ولی از یه طرف ما رو 500 سال 600 سال برد جلو. و اون اینی که ماهیت دروغ این روزخانها رو بر مردم ایران روشن کرد و ماهیت این بیدینان رو که با عمامه و آیه و نمیدونم پیامبر و امامان و اینا خودشون رو موجه جلوه داده بودن به دروغ و مردم رو جلب کرده بودن و میدوشیدن و بعد قدرت رو گرفتن. حالا مردم نسبت به همه اظهارات اینا، یه دفعه دیگه گفتم، حتی واقعه کربلا، حتی مسائلی که مربوط به نمیدونم جانشین پیامبری، همه شک کردن. برای اینکه میگن اینا روز روشن در برابر چشم میلیون ها مردم ایران که فیلماش ضبط شده در سراسر ایران، میلیون ها نفر مردم ریختن تو خیابونا، اینا میگن یه عده قلیل اونم شروع کردن داستان سرایی که در فلانجا جلسه گذاشتن در نمیدونم اقلیم کردستان عراق و در اونجا نماینده نمیدونم صهیونیستا حضور داشته، نماینده آمریکا CIA بوده، نماینده عربستان سعودی بوده، بارزانی ها بودن، بعد شوهر خواهر نمیدونم صدام بوده، پسر صدام بوده، داماد صدام بوده و خجالت نمیکشن. این کردای کردستان عراق
حداقل اینه که جنایات دوران صدام رو دیده بودن، حلبشه رو یادشونه، هزاران کرد میهن‌پرست عراقی دیده بودن که صدام چگونه جنایتکارانه مثل همینا کردها رو میکشه. حالا اومدن یه دروغی سرهم کردن به قول نخست وزیر این قسمت خودمختار دولت کردستان آقای بارزانی، نخشیروان بارزانی گفته به قدر این مسئله خنده آوره و کمدی یک جواب نداره. حالا میرسیم به که اینا همینان گرامی، فقط خواستم برای شما اینو بگم در این ساعاتی که ما در خارج از کشور نشستیم، هزاران میهن‌پرست ایرانی به جرم شرکت در اون تظاهرات دستگیر شدن. تعدادشون میگن 3000 خورده نفره، ولی اینا به دروغ. حتی همین آقای روحانی که ادعا داره و دوروریاش مثل ظریف و نمیدونم بقیه اراذل اوباش، اینا نفساشون رو بریدن و کوچکترین اعتراض نمیکنن و همراهن. وزارت اطلاعات همین دولت همراه با این جنایتکارانه مثل همه جا دیگه. یعنی شما نمیتونید استثناء قائل بشید که این حسن خمینیه، اون چیزایی که پیکنت و راه توده تبلیغ میکردن، این خانواده رفسنجانیه، اینا اصلاحچی ها هستن، اینا کسانی هستن که طرفدار مردم ایران هستن، اونا کسانی هستن که سنتگران مخالف مردم، همشون سرتاپا یک ارباسن، همه جنایتکارن و دستشون به خون مردم ایران آغشته است. دیدین که نوار صوتی منتظری که در آمد همشون هول شدن، ریختن وسط و فحاشی کردن. حالا ما همینطور، چون دیدن این دفعه دیگه صحبت میر حسین نمیدونم کروبی فلان اینا نبود، مسئله اصلی مردم بدون شعار الله اکبر و حتی کسانی هم که میگفتن الله اکبر یه عده زیادی داد میزدن، بی شرف سوت میزدن و نمیذاشتن ادامه بده. اما یه مسئله رو خواستم براتون بگم همینان گرام، نواری در اومده، حالا از طرف هر کس اصلا مهم نیست، از ابتدای به اصطلاح جانشین شدن خامنه ای در جمهوری اسلامی که چگونه کارگردان این برنامه اون علی اکبر رفسنجانی بود، همونی که خود اینا کشتنش که خودش هم در قتل‌های زیادی دست داشت و عاقبت هم همین خواهد بود، در مورد رهبر فعلی هم همینطور خواهد بود. در یه جلسه مجلس خبرگان از اونا اصرار و از اونا ابرام و این آقای رهبر فعلی خودش علنا میاد در اون جلسه میگه وای به حال اون ملتی که بخواد به من بگه که تو رهبری. نگاه کنید به این صحنه. حالا آقای خامنه‌ای نه حالا بس خودشون وقت گرفتن، تشریف بیارید. آقای خامنه‌ای ما تصویب کردیم شورا، شما برخلاف مصوبه ما نمیتونید بگید. شما راجع به شورایی و فردی صحبت نکنید. ببینید اگر میخواد چیزی برخلاف شورا بگید نمیشه. خب بفرمایید. بذارید من عرض بکنم بعد شما میفرمایید دیگه، حالا وقتمون که هست. بسم الله الرحمن الرحیم. اولا واقعا باید خون گریست در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه. حالا اینو که من نمیخوام درباره این صحبت کنم، مسئله اشکال فنی داره، اشکال اساسی داره. من حالا قبلا خدمت آقای هاشمی هم گفتم در یکی دو هفته قبل از این که همین قضیه مطرح بود و ایشون فرمودن، من جدا به ایشون گفتم من قاطعا چنین چیزی رو قبول نخواهم کرد. حالا غیر از این که خود من حقیقتاً لایق این مقام نیستم و این رو بنده میدونم، شاید آقایونم میدونید، اصلا از لحاظ فنی اشکال پیدا میکنه این قضیه. رهبری رهبری سوری خواهد بود نه رهبری واقعی.
خب من نه از لحاظ قانون اساسی و نه از لحاظ شرعی برای بسیاری از آقایون حرفم حجیت حرف رهبر رو نداره. این چه رهبری خواهد؟ اجازه بفرمایید. قانون اساسی که خب میگه مرجع، حالا یا مرجع شأنی یا مرجع فعلی، اون که حالا هیچ. از لحاظ شرعی هم حجیت قول رهبر در صورتی است که اون کسی که میخواد به حرف او عمل کنه او رو فقیه و صاحب نظر در امور دین بدونه. و الان تو همین جلسه چند نفر از آقایون اومدن صحبت کردن، تصریح کردن که بنده صاحب نظر نیستم. این چطور؟ همین آقای آذری که اسم بنده رو اول بار آوردن تو این جلسه، بنده اگر حکم بکنم ایشون قبول خواهن کرد؟ قطعا قبول نمی کنن. نه آقا، بعد از رهبر شدن آخر، نه آخر امام، بحث تقلید نیست، بحث حکمه. ملاحظه می‌فرمایید که عمیانان گرامی، سرنوشت یه ملتی رو چند تا عمامه به سر حدود 27 سال پیش جمع شدن بعد از مرگ خمینی و با کارگردانی هاشمی رفسنجانی و آخوندهای مرتجه دیگه برای مردم ایران ولایت فقیه جدید تراشیدن. یه مطلقه هم گذاشتن سرش و این آدم و این آدم متحجر دست راستی بیرحمه، کسی که امتحانش رو داده بود در سینما رکس آبادان 450 نفر از همیهنان ما رو جزخاله کرده بود، این آوردن کردن رهبر که پاداش یکی یکیشون رو داد، از جمله رفسنجانی رو، چون خود اون رفسنجانی در گروه های مرگ دستور کشتار داده بود، این به سیستم کار وارد بود کاملا. بعد هم کشتنش سرصدارم خوابوندن و این آقا شد رهبر مطلق. چون بعضی وقتا هاشمی یه نقایی میزد که این اصلا دوست نداشت که اون نقارم بزنه و بعد ترتیب شد دادن و کشتنش. همه شما این موضوع رو وارد هستید. اما حالا قصدم از این صحبت ها اینه، بعد از این جنایت هایی که اینا کردن، عده زیادی رو به خاک و خون کشیدن که تا حالا ثابت شده حدود 30 نفر، اینو من نمیگم، بعضی از این وکلای طویله مجلس میگن، خود اینا اعلام کردن 22 نفر، بعد شد 25 نفر، حالا میگن 30 نفر. خدا میدونه تا چند روز آینده این تعداد چقدر بره بالا. تا به حال 30 نفر کشتن و جالب اینه، جالب نه، وحشتناک اینه که بچه های ما رو که تو خیابونا گرفتن اسیر کردن تو زندان ها دارن قصابی میکنن. و من اینجا خطابم به همه هنرمندان، به همه روزنامه‌نگاران ایرانی که در خارج از کشور هستن، به تمام تلویزیون ها و رادیوهای سیاسی اینه که در شرایط فعلی همه کوشش و همت خودمون رو بذاریم بر سر این موضوع که جان بقیه زندانیان رو بتونیم از دست این قصابا نجات بدیم. یعنی یه خیزش عمومی در خارج از کشور، به خصوص نقش هنرمندان، که من قبل از این جریانات که اصلا مربوط به قیام مردم هم نبود، در یکی از برنامه هم گفتم خانم ملینا مرکوری یه نقش عظیمی داشت در نهضتی که در یونان بر علیه سرهنگا پیش آمد. در خارج از کشور این زن توانست افکار عمومی جهان رو بر علیه سرهنگای کودتاچی یونان بسیج بکنه. این کار از طرف هنرمندای ما هم برمیاد. بسیاری از هنرمندان ما نقش جهانی پیدا کردن. بسیاری از این هنرمندان مدیون مردم ایران هستن. این جوانای ما از داخل بلند میشن میرن ارمنستان، میرن نمیدونم شهرهای مختلف جهان برای اینکه این هنرمندان رو صداشون رو بشنون. اینا در شرایط فعلی وظیفه دارن
بیان کنسرت بذارن، سخنرانی بکنن، مصاحبه مطبوعاتی بکنن، مردم رو جمع کنن. این وظیفه رو فقط به عهده ماها نذارین، این وظیفه شما هم هست. در یه تظاهرات عمومی در یک روز شرکت کردید، بعد برید همه بخوابید بگید خب وظیفه ملیمون رو انجام دادیم. اونم تو اون تظاهرات که بسیار عظیم هم بود و من بسیار احترام میذارم به کسانی که آمدن، من دیدم اختلاف سر عکس آقای ترامپ بود. یه عده میگفتن بکش پایین، یه عده میگفتن ببر بالا. آقا مسئله ما الان جنایت‌های رژیمه. آقای ترامپ برای ما نقشی نمیتونه بازی کنه، یا اگرم بازی کنه الان موقع این حرفا نیست. من بسیاری از کارهای آقای ترامپ رو میپسندم در مورد جمهوری اسلامی، با وجود که از خیلی جهات باش مخالفم، و بسیاری این کارهایی که آقای اوباما کرد با وجود که طرفدارش بودم باش مخالف بودم، از جمله مماشاتی که با جمهوری اسلامی کرد. اما الان بحث ما نه آقای اوباماست نه آقای ترامپه، بحث ما مردم مظلوم ایرانه. گوش کنین این مردکی که میگه من عرضه این کار ندارم، ببینید چی میگه. رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی در جمع گروهی از مردم قم، تجمعهای روزهای اخیر را آتشبازی، شیطنتکاری و پاتک دشمن خواند و ضمن متهم کردن کشورهای آمریکا، بریتانیا و اسرائیل به سازماندهی این تجمعها، گفت پول این تجمعات را یک دولت خرپول منطقه داده. یکی نیست از این مردک بپرسه خب اگر اینا که تو ریسه میکنی با هم، اگر اینا دخالت میخواستن بکنن، خب اوایل انقلاب نمیذاشتن شما بیاین. پس شما خودتون گوشه عباهاتون به اونا وصل بوده. اون زمان من نفلشاتو شاهد بودم، شما عقب این خبرنگاران میگشتید که خبرها رو سلا پهنا، دروغ و دقل و راست و اینا همه رو سعی کنید منعکس بشه در جراید جهان. حالا چی شده؟ قیام مردم ایران رو نشستین داستان درست کردید براش، نمیدونم یه دولت خرپول و در فلان. بعدم اینقدر اینا ابلهن که نمیتونن در یه مورد یه سناریوی واقعی، حالا واقعی که نه، یه سناریو تنظیم کنن. هر کدومشون یه چیزی میگن، یه داستان این میتراشه، یه داستان اون میتراشه، و اینقدر این روش‌های احمقانه رو ادامه میدن تا دفعه آخر دیگه مردم اینطوری نباشن، با یه جوری دیگه بیان جلو. حالا هی خودتون رو گول بزنین، هی بگین آقا این به وسیله اسرائیل بود، وسیله خرپول منطقه بود، به وسیله نمیدونم بارزانی ها بود، آمریکا بود، اسرائیل بود. خب کیو گول میزنین؟ مردمی که خودشون دیدن، که خودشون شرکت داشتن. 3000 نفر تا به حال گرفتید، هزاران نفر تو خیابون، اون مرده که آخوند گردن کلفت شکرخور میگه 6000 نفر بودن. آقا از این 6000 3000 تاشون رو گرفتین؟ خامنه‌ای همچنین خطاب به کسانی که از آنها با عنوان دشمن یاد کرد، تهدید کرد که در این چند روز به ایران خسارت زدین و این کار بی تقاص نخواهد ماند. رسالت آخوندی رو میبینید، رفته زیج نشسته 6 روز 7 روز 10 روز ساکت شده، برنامه چیده. همون روز ما گفتیم دیگه، گفتیم اومده یک کلمه حرف زده، بعد رفته کنار نشسته تا این عمله ظلمش بیان مردم رو سرکوب کنه، بعد بیا داستان سرایی کنه، هارتا پورت بکنه. حالا همین کاری کرده، بدون تقاص نخواهد بود. هر دفعه شما از مردم ایران انتقام بگیرید، دفعه دیگه مردم ایران بدتر با شما رفتار میکنن. اون دفعه گفتن میر حسین یا حسین کروبی، این دفعه دیگه آخراش گفتن مرگ بر ولایت فقیه، مرگ بر خامنه ای. این بار اصلا نه میر حسین، نه الله اکبر، نه کروبی، از اون روز اول گفتن مرگ بر جمهوری اسلامی. اینه فرق، ولی دفعه دیگه بدتر خواهد بود. حالا شما تمام ایران رو پر کنید از حزب الله، یا نمیدونم اون جمعیت آدمخورایی که در عراق به وجود داره، هشت النبی که نمیدونم این چیزهایی که درست کردید، یا از حوثی‌ها به قول خودتون بیارید،
از تمام چاوکشای دنیا که شما تو کشورهای مختلف تشکیل دادی اینا رو بیارین تو ایران، مردم ایران اگر بخوان شما رو پوزتون رو به خاک بمالن کار یه روزه، اعتصاب سراسری تو خونه نشستن و بعد مبارزه با شما. حالا برین هی لشکر جمع کنین. خامنه‌ای همچنین خطاب به کسانی که در تظاهرات شرکت داشتند گفته که پول این اقدامات را یکی از دولت‌های خرپول اطراف خلیج فارس تأمین کرده. خامنه‌ای اضافه کرد تا وقتی این خرپول‌ها هستند آمریکایی‌ها حاضر نیستن پول خرج کنن. حالا یه چیزی یاد گرفته، خرپول درست اون عربستان سعودی و کویت و قطر و همه اینا هستن که شک نیست، خود شما هم هستین که پول مردم ایران رو میبرید توی لبنان میدین با این گردن کلفتای حزب الله که رهبرشون میگه ما رو درواسی نداریم. صد حسن نصرالله گفته، نمیدونم دلم میخواد به امیر اینو پیدا کنه، فارسیش هم زیرش نوشته، میگه ما رو درواسی نداریم. من اینجا به همه دنیا میگم، با سربلندی هم میگم، میگم پول ما رو از پول اسلحه، از پول خانه، پول خوراک، همه اینا رو جمهوری اسلامی تامین میکنه. خرپول کی حالا؟ کی در عرض این چهار سال پنج سالی که جنگ رو تو سوریه راه انداخته و سوریه رو تبدیل به خاکستر کرده این پولا رو کی داده به اسد؟ اسد نفت داره، اسد کشورهای خرپول به قول شما ازش دفاع میکنن یا بهش پول میدن، اسد روسیه بهش پول میده، روسیه که پول نداره به اونا بده. این خرپول منطقه شمایین که دارین پول بهشون میده. به جهاد اسلامی، حماس، حزب الله لبنان، حوثی ها در یمن و هشت الشعبی در عراق، همه اینا رو شما دارین، این خرپول منطقه شمایین که جنایات رو دارین تو منطقه بیشتر و بیشتر بست میرین. و حیرت آوره، هیچ خجالت هم از کارتون نمیکشین. حالا همه رو آوردید توی ایران، این قیام مردم ایران رو وابسته به اونا کردین، ولی خودتون میگی ما در سوریه با اجازه دولت رفتیم، در نمیدونم یمن با اجازه حوثی ها رفتیم، در نمیدونم لبنان با اجازه حزب الله رفتیم، در حالی که همه این کشورها حکومت دارن بجز سوریه که اون مردک خودش جنایتکاره. اصلا شما کاری کردید که میوه هایی که از ایران صادر میشه به عراق مردم میریزن با ماشین لهش میکنن، میگن این مال ایران خوردنی نیست. یه همچین دشمنی به وجود آوردید، همه هم شما کردید، از ایران پاتونو میذارین بیرون، نفرت سراسر منطقه رو از ایرانی ها گرفته. مردم مظلوم ما که اصلا نه سر پیاز، خودشون بیشتر از همه از این حکومت جنایتکار رنج میبرن، ولی این شما این که این کار رو کردین. حالا رهبر جمهوری اسلامی در مورد دولت خرپول توضیح نداده، ولی همه میدونن که منظورش عربستان سعودیه. او خطاب به آمریکا، بریتانیا و همچنین به گفته او لندن نشین ها گفت که این دفعه هم نتوانستید، باز هم نخواهید توانست. دلخوش باش آقای رهبر چاوکشان، هی بیشین از این حرفا بباف، ولی عاقبت خودت میفهمی. روزی که ریختن کاخای ظلم شما رو مردم خراب کردن، اون موقع میفهمید. گوش کنید ببینید آقای سید حسن نصرالله چی میگه. نحن وعلى المكشوف، ويمكن هيك شيء بالعالم كله ما في، انه واحد يطلع علنا وشفاف وصادق وبيقول للعالم كله نحن يا خي على راس السطح موازنة حزب الله ومعاشاته ومصاريفه وأكله وشربه وسلاحه وصواريخه من الجمهورية الإسلامية في إيران. تمام؟ ما حدا له علاقة بهذا الموضوع. طالما بإيران في فلوس يعني نحن في عنا فلوس، هتكون شفافية أكثر من هيك. خب
ملاحظه فرمود گفت بدون رو دروسی ما به همه دنیا اعلام میکنیم که همه خرج ما رو جمهوری اسلامی. حالا خرپول کیه؟ خرپول جمهوری اسلامیه یا اون عربستان سعودی؟ اون عربستان سعودی که به ما مربوط نیست، اونا هم مثل شما، اونا هم یه حکومت سرکوبگرن، اونا هم یه عده جنایتکارن، ولی چه دلیلی که شما نباشین؟ اما اجازه بدید یه فیلمی از بی بی سی براتون پخش بکنم. تأثیر اعتراض‌های اخیری که در ایران پیش اومده بر کشورهای جهان و عکس العمل اونا نسبت به ایران، این فیلمو ببینید. ایران خود را فاتح میدان جنگ با داعش می‌خواند. حضور نظامی و مستشاری خود در نبردهای منطقه را لازم می‌داند و آن را دفاع از کشور در خارج از مرزها می‌نامد. اگر این کاری که سرداران با ارزش ما انجام دادند انجام نمیدادند، به قول این آقای مداح عزیزمون، حالا باید تو همین دوروبر و اطراف با اینا می جنگیدیم. ایران در سوریه در کنار حامیان بشار اسد ایستاده. در عراق پشتیبان شبه نظامیان شیعه است و در لبنان حامی حزب الله، در یمن حامی حوثی هاست و با ائتلاف به رهبری عربستان جنگی نیابتی دارد. نارامی های اخیر بار دیگر نشان داد که بخشی از جامعه ایران از سیاست های منطقه تهران عصبانی است. از نظر این گروه پولی که باید در کشور خرج شود صرف نبردهای بیدلیل می شود. دولت ایالات متحده این را پیامی واضح به رهبران ایران می داند. پیام مردم ایران قابل انکار نیست. آنها به دولتشان می گویند که دست از حمایت تروریسم بردار. دادن میلیاردها دلار به دیکتاتورها و جانیان را متوقف کن و ثروت ما را خرج جنگجویان خارجی و جنگهای نیابتی نکن. به فکر ما باش. Think of us. دولت دونالد ترامپ پشتیبان عربستان سعودی، رقیب اصلی ایران در منطقه است. آنها در عمل نشان دادند که قدرت ایران را در منطقه نمیتوانند نادیده بگیرند. برای گروهی ناآرامی های اخیر ایران ضربه‌ای به چهره مقتدری است که این کشور از خود نشان می دهد. به گفته آنها بخشی از مردم نشان می دهند که سیاست خارجی کشورشان را قبول ندارند. کشوری که خود را مقتدر می خواند به راحتی به آشوب خیابانی کشیده شده. آنچه رقبای منطقه‌ای ضعف عظیم ایران می‌خوانند، حکومت آشوبی کوچک توصیف می‌کند. پیروزی بر داعش در عراق و سوریه. تهران و متحدانش می‌گویند نقششان در منطقه کمرنگ شدنی نیست. پاسخ حکومت ایران به معترضان به سیاست‌های منطقه‌ایش واضح است. این کسی که میگه نه غزه نه لبنان، به نیابت از نتانیاهو میگوید این بیگانه است، صدای او شنیدنی نیست، این صدا باید خفه بشه. آیدین صالحی، بی بی سی. خب بله، شما توقع دارید از این آخوند مرتجع احمد خاتمی چی بشنوید؟ میگه این صدا باید خفه بشه. شروع کردن دیگه، براتون میخونم. یک روز پس از تایید خبر مرگ سینا قنبری از شرکت کنندگان در اعتراضات اخیر ایران، کمپین حقوق بشر در ایران روز سه‌شنبه 19 دی ماه در گزارشی از مرگ وحید حیدری در بازداشتگاه عراق خبر داد.
همین سازمان در توییتی که دوشنبه شب منتشر شد میگوید که علاوه بر این دو نفر، یک نفر دیگر به نام محسن عادلی در زندان دزفول خودکشی که همه را میگن خودکشی. حالا ببینید در عرض چند روز آینده این بچه های ما رو اینا به سلابه خواهند کشید. برای اینه من میگم همه ما باید در این نهضت عمومی شرکت کنیم، نامه بنویسیم، اعتراض بکنیم. همون روز یه شنبه تظاهرات کافی نیست، نریم همه بشیم تو خونه هامون. من اون روز روز یه شنبه بودم، یکی اومده میگه اه آقای فرجی شما هم بالاخره اومدین. به من میگه، گفتم شما بالاخره اومدین، چون ما که همیشه هستیم. که نسرین ستوده وکیل حقوق بشری در گفتگو با رادیو فردا بر اساس شنیده های خود از سه کشته در قرنطینه زندان اوین خبر داد که مسئولان علت مرگ آنها را خودکشی اعلام کردند. حالا بذارید من براتون اینه بگم، در زمان این مردک هاشمی شارودی که الان بهش میرسم، در زندان های ایران تعداد بیشماری رو اعدام کردن که یکی از اونا من یادمه اکبر محمدی، برادر منوچهر محمدی، هدا صابره، اینا رو تو زندان کتک زدن و کشتن. میر سیافیه که مرتب به من زنگ میزد و بعد گفت آخرین شب گفت من ترس دارم آقای فرجی که منو بگیرن، فرداش گرفتنش. و حتی از زندان یه شب به من زنگ زد که من بهش گفتم میر سیافی دارن گوش میکنن حرفاتو، گفت نه به من اجازه دادن با هر کی دلم میخواد تلفنی صحبت کنم. سه روز بعد اعلام کردن که خودکشی کرده. حالا ببینید چیه. محسن روح الامینی و بسیاری دیگر از معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388 در پی دستگیری به بازداشتگاه کهریزک منتقل شدند که طبق گزارش‌ها آن زمان شرایطی بسیار نامناسب داشت. بنابر گزارش‌های رسمی حکومت در این بازداشتگاه جز محسن روح الامینی دست کم سه نفر دیگر به نام امیر جوادی فر، محمد کامرانی و رامین آقازاده قهرمانی کشته شدند. اوائل آذر گذشته وکیل خانواده های محسن روح الامینی خبر داد که سعید مرتضوی دادستان وقت تهران به جرم معاونت در قتل که در این بازداشتگاه رخ داد به 2 سال حبس به اصطلاح محکوم شده. اما در طول دهه های اخیر شمار دیگری از زندانیان سیاسی عقیدتی جان خود را در زندان های ایران از دست دادن، از آن جمله میتوان به زهرا کاظمی، امیدرضا میرسیافی، هدا صابر، ستار بهشتی، افشین اوسانلو و شاهرخ زمانی اشاره کرد. اینا قطراتی هستند در برابر دریای جنایت های این آخونده. اما قصدم از گفتن اینایی که شما خوندم براتون، 10 سال رئیس قوه قضاییه این مردک شاهرودی بود، آیت الله هاشمی شاهرودی. این آیت الله هاشمی شاهرودی 69 سالشه، در نجف متولد شده و موقعی که اینا در اثر فشار صدام حسین به ایران فرار کردن، این یه شاهرودی هم گذاشت بغل هاشمی که یعنی من ایرانی هستم. و بعد آمد در ایران این گروه های مخالف صدام حسین این شرکت کرد درش و رهبر شد. بعد یواش یواش چهره عوض کرد، شد رئیس قوه قضاییه ایران. در زمان همین مردک 10 ها نفر رو به جرم دزدی دستاشون رو بریدن، پاهاشون رو بریدن، اعدامشون کردن. یک زنی در ایران یه مرد دیو صفتی حمله کرد به دخترش، میخواست به دخترش تجاوز کنه، او مرد رو کش، شوهرش بوده، این بچه از یه شوهر دیگهش بوده، مردک رو کشت، او مردک جنایتکار رو، البته من طرفدار کشتن نیستم ولی این کاری کرد. بعد این زن رو گرفتن 6 سال تو زندان نگرش، بعد اعدامش کردن. تمام مجامع بین المللی به این مردک شاهرودی نوشتن آقا اینو اعدام نکن و این دستور اعدامش رو امضا کرد. حالا این اومده آلمان، رفته در هانوفر، در آسایشگاهی که آقای پروفسور سمیعی درست کردن. همین انان گرامی، آقای پروفسور سمیعی
اگر بزرگترین مقام علمی جهان هم داشته باشه، وقتی که با جنایتکاران همکاری میکنه یه جنایتکار خودش. نگاه کنید عکس ها رو نگاه کنید، اینجا با قالیباف روبوسی میکنه و ده ها عکس دیگه. ببینید اینجا یکی یکی با این جنایتکاران دست میده، خوشوبش میکنه، دیده بوسی میکنه. نگاه کنید، نگاه کنید. بعد اینجا همینجا نگه دار عکس قبلی رو بیار. آقای شوردر در رأس هیئت اقتصادی رفته ایران. میدونید که این آقای شوردر یه موقعی نخست وزیر نیدرزاکسن بود، جایی که همین آقای به اصطلاح پروفسور سمیعی در اونجا یه آسایشگاه و یه بیمارستان ساخته. و بعد اول نخست وزیر نیدرزاکسن بود آقای شوردر، بعد شد صدر اعظم آلمان. بعد که ایشون رفت، یعنی آقای شوردر رفت، آقای گابریل شد نخست وزیر اون ایالت که الان فکر میکنم عکسش حتما هست با این آقای پروفسور. آقای گابریل نمیدونم، حالا توی عکس من گابریل نمیبینم. بعد آقای گابریل هم در رأس چون وزیر اقتصاد فعلی آلمان دیگه، وزیر خارجه است، اون موقع وزیر اقتصاد در رأس هیئت اومدن ایران. و این آقای پروفسور سمیعی به عنوان کارچاکون، من نمیدونم به چه عنوان، با اینا اومد ایران. اومد ایران در این معاملات که بود، بعدم عنوان کرد که بله ما اومدیم، من لنگه این بیمارستانی که در هانوفر ساختم در ایران هم بسازم. حالا قصدم اینه، چند وقت قبل اعلام شد که این آقای شاهرودی، هاشمی شاهرودی، ناگهان غیبش زده و معلوم نیست کجاست. میدونید که این رئیس تشخیص مصلحت نظام شده و نمیدونم رئیس معاون مجلس خبرگان شده و یکی از جانیهای درجه یک، و گفتم پیداش نیست. بعد معلوم شد ایشون در بیمارستان رگ و پی و نمیدونم اعصاب هانوفر، بیمارستانی که آقای پروفسور سمیعی داره، در اونجا بستریه. ایرانیهای شرافتمند بلند شدن از سراسر آلمان رفتن دور از بیمارستان که مزاحم مریضای دیگه نشن، تظاهرات کردن و بعد اعلام کردن که این یه جنایتکار معروف تو ایران و باید تحویل سازمان‌های بین‌المللی بشه، بایستی بره در دادگاه جنایتکاران جنگی در لاهه. ولی آقای پروفسور سمیر مصاحبه کرده با بی بی سی و در اونجا گفته نه شما یه کاری نکنید از این به بعد کسانی که میان، اولا من ایشون نمی‌شناسم، اسمش هم نخورده به گوشم، دروغ میگه. آقای پروفسور سمیعی دروغ میگه. یه آدمی مثل هاشمی شاهرودی بره در هانوفر با اون تعداد نگهبانایی که باهاش هستن، که یکشون اومده از این تظاهر کنندگان فیلم گرفته، این آدم به دولت آلمان و به آقای پروفسور سمیعی نگن این کیه. بعد جالب اینجاست که آقای پروفسور سمیعی در یک جلسه ای با آقای هاشمی شاهرودی و یه آقای به اسم رمضانی که عضو خبرگانه و الان هم رئیس مسجد هامبورگه، ستایی نشستن خوشوبش میکنن. این عکس، عکس قبلی رو امیر بیار و میگه اصلا من آقای شاهرودی رو نمیشناسم. نش تا اون موقع هم اسم بله. نگاه کنی این عکس، نگاه کنی آقای شاهرودی خوابیده، آقای رمضانی اون مردک جانی وسط، خود آقای پروفسور سمیعی هم بغلش. میگه من تا موقعی که ایشونو دیدم نمیشناختم. بعد ببینید در جواب تلویزیون بی بی سی چی میگه ایشون، نگاه کنید. حالا این اون نمیخواد تظاهرات مردم رو. مجید سمیعی جراح مغز و اعصاب از هانوفر آلمان با ما است. آقای دکتر ممنون که وقتتون رو به ما دادید. ممکن است کمی در مورد چند و چون این که چطور آقای هاشمی شاهرودی این کلینیک رو انتخاب کردن، چطور شد به اینجا اومدن، بیشتر به ما بگید. حالا بیمارستان ما یه بیمارستان بین‌المللی است و تعداد اساتید زیادی در اینجا کار میکنن و من در سفر ایام کریسمس بودم که با اساتیدی که در اینجا کار میکنن تماس گرفته شده بود. این اساتیدی هستن که در دانشگاه سمت استادی دارن و در این مرکز هم کار میکنن و اینطور که به نظر میرسه که سالت ایشون به شخص، به رشته شخص من اصلا ارتباطی نداشته، از این لحاظ
به شخص به رشته شخص من اصلا ارتباطی نداشته از لحاظ عده دیروز مقابل کلینیک شما تجمع کردن، انتقادشون به آقای شاهرودی هست، میگن اون زمانی که در مسند قوه قضاییه بوده اتفاقاتی در قوه قضاییه افتاده که او باید پاسخگو باشه. آیا شما در رأس این کلینیک در جایگاهی هستید که بخواید در این زمینه کاری بکنید؟ آیا با شما از به لحاظ قضایی کسی تصمیمی گرفته در این زمینه؟ ببینید، اول از این که بنده ایشون رو اصلا اسم ایشون رو هم نمیشناختم و تازه شنیدم مثل شما و دیگران، چون من که در ایران زندگی نمی کنم. شاید در سال دو روز سه روز برای من پیش بیاد که برم ایران، اونم برای تدریس و برای دیدن همکاران خودمون. در سال دو روز سه روز برای من پیش بیاد که برم ایران، اونم برای تدریس و برای دیدن همکاران خودمون. در سال دو روز سه روز برای من پیش بیاد که برم ایران، اونم برای تدریس و برای دیدن همکاران خودمون. متشکرم از شما دکتر مجید سمی. بله، ملاحظه فرمودید که ایشون در حال درس دادن بودن و در حال رسیدگی به مریضا در ایران. بس بر سر این دوستان ما، هموطنانی که رفتن در برابر بیمارستان هانوفر تظاهرات کردن، یکی از خواسته‌هاشون این بود که چطور 82 میلیون یا 85 میلیون مردم ایران نه بهداشت درست دارن، نه بیمارستان درست دارن، نه دارو دارن. شما مواد بیهوشی میزنید به مریض، 5 دقیقه بعدش به هوش میاد زیر عمل جراحی. بعد چطور وقتی که این روزخانها و مله ها مریض میشن، تو بهترین بیمارستان های خارجی با پولای گزاف بعد بستری بشن؟ چرا این مردک جوانی که الان تو بیمارستان هانوفر خوابیده و پولش هم داره میده به این آقای پروفسور، این چرا باید به طور مجزا از ایران بیاد در بهترین بیمارستان های اونجا و گرانترینش؟ چون این آقای پروفسور میدونه چه کسایی رو اونجا بستری کنه و پول اینا مستقیم از صندوق بقول خود این رژیم از صندوق بیت المال پرداخت میشه. یعنی اینا رو آقای پروفسور سمیعی نمیدونه؟ بعد چه افتخاریه؟ ما در زمان رژیم هیتلری هم داشتیم، دکتر شنگله بود که بود که آدم ها رو میگرفت و تو زنده زنده اینا رو آزمایش میکرد کشف کنه بسیاری از امراض رو، بعد گرفتنش زندانیش کردن یا اعدامش کردن. فقط به صرف اینکه شما یه پزشک معروف جهانی باشید این کافی نیست. میلیون ها نفر ایرانی ریختن تو خیابون ها بر علیه این رژیم جنایتکار. شما 24 ساعته در آلمان، من خودم شاهد بودم دیگه، این رادیو ها و تلویزیون از این جنایت ها اینا میگن، شما خودتو زدی به خواب خرگوشی و میگی من این آقا رو نمیشستم، بعد میری باش جلسه میذاری. گوش کنید این مردک مکارم شیرازی چی میگه امیانان گرامی. شرم‌آور واقعا. آیت الله مکارم شیرازی با تأکید بر بومی سازی فضای مجازی گفت فضای مجازی فعلی خانواده ها را از هم متلاشی میکند و خطری برای انقلاب، نظام و امنیت جامعه است. مردم از این تلویزیون پشم و شیشه اصلا کسی نگاه نمیکنه، اومدن تلویزیون های ماها رو نگاه میکنن در خارج از کشور. شما مرتب پارازیت دادید، عده زیادی رو سرطان بهشون وارد آوردید، مریضشون کردید. بسیاری از خانواده ها، زنایی که حامله بودن، بچه هاشون افتادن کج و کوله. ولی شما با این کار جنایتکارانتون سپاه پاسداران تو ادامه دادید. بعد ماهواره ها رو زدید، چه کارهای جنایتکارانه کردید. ولی خمینی همطور که با نوار اومد، الان دوره فضای مجازی. شما چه بخواین چه نخواین، این بچه های زنده ایران، این جوونا از راه های همین فضاهای مجازی تمام خبرها رو با هم رد و بدل میکنن، تمام اطلاعات رو رد و بدل میکنن و شما نمیتونید تأثیر. برای اینه همه نیروتون گذاشتید میگید که اینا اخلاق خانواده رو خراب میکنن. اخلاق خانواده رو شما خراب کردید. شما دروغگوها، شمایی که از رفتین پشت دین قایم شدید و دارین بیشترین جنایت ها رو میکنید به اسم دین، دین هم خراب کردید.
خودتون که بدنام بودین، مردم همون اوائل فهمیدن شما چی هستی و چه کاره هستی. ببینید ایشون چی گفته. امروز مردم تنها کاری که میخوان بکنن اینی که از وضع بد زندگیشون یه مقدار ناراضی هن. ایشون اینو گفته، خلاصش دارم میکنم. البته بعدن جمعی که معجونی از ضد انقلاب و منافقین و افراد فریب خورده بودن به آنان پیوستن و ابتکار عمل را از دست آنها خارج کردن و به ویرانگری و اهانت به همه مقدسات پرداختن. شیاطین خارجی نیز از این فضا به طور کامل استفاده کرده و اغتشاش در مناطق مختلف به آنان تعلیم دادن. بعد نوشته، گوش کنید، وی افسود امروز پرده ها بالا رفته و نقشه دشمنان برملا شده و مردم با راهپیمایی پرشکوه خود پاسخ این گروه اندک را دادن، یعنی همون اراذل اوباش ساندیس خور. برخی از مسئولان به بنده گفتن دو شب قبل که در نقاط مختلف کشور تظاهرات بود تعداد افراد شرکت کننده کمتر از 6000 نفر بود. میبینید؟ میبینید یه آخوندی که 30 متر پارچه دور کلشه و عمرش الان به 90 خورده رسیده چگونه دروغ میگه؟ 3000 نفر تا حالا گرفتن، میگه تعداد اینا 6000 نفر بوده. دلم میخواد امیر یه دونه این تظاهرات 6000 نفری رو در یکی از این شهرها نشون بده. لااقل شما ببینید که این آخوندا شیادی رو به کجا رسوندن. یه دونه از اینا رو خواهش میکنه از امیر نشون بده، فقط یکیشو، یا در کردستان یا در اهواز یا در تهران. شما ببینی سیل جمعیت رو میبینی، بعد اینا میگن 6000 نفر در سراسر ایران، بعد جمعیت 6000 نفری خودشونو میکنن چندین میلیون نفر و شرم هم نمیکنه از این دروغگویا. اینه تمام تبلیغاتشون تا به حال اینطوری بوده، دروغ پشت دروغ، حقبازی پشت حقبازی، و مردم دستشون خوندن دیگه. حالا امیر اگه پیدا نمی کنی اب نداره، چون اینقدر خبر هست، اینقدر این فیلم هاست، نگاه کنید. باید پش پشه ندو ندو ایش همون ایش همون ندو 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 پش پشه آخون باید گم بشه دو پنگ پش پشه آخون باید گم بشه دو پنگ پش پشه. اما فولکر بک یکی از نمایندگان سابق بوندستاگ مجلس آلمان بعد از اینی که جنایت‌های آخوندا رو در ایران شاهدش بوده در روزنامه و عکس‌ها یه مصاحبه تشکیل داده و گفته من چند سال قبل به عنوان عضو کمیسیون حقوق بشر بوندستاگ مجلس آلمان رفتم به ایران و با مردم قشرهای مختلف صحبت کردم و نارضایتی رو تو مردم دیدم. ایشون الان یک بیانیه داده و شکایت کرده از هاشمی شاهرودی و از دادستان کل آلمان، خواسته که این آدم جنایتکار رو دستگیر بکنن و تحویل دادگاه جهانی جنایتکاران بده و نوشته که دادستان مشغول جمع‌آوری مدارک تا به این مسئله رسیدگی کنه. خیلی سپاسگزارم همینان گرامی که به این برنامه توجه کردید. سپاس از امیر شهرتی که کارگردان این برنامه بود. تا برنامه آینده، خدا نگهدار. زنده باد آزادی، پاینده ایران.